ما بارها به حاج قاسم هشدار داده بودیم، اما او بر این باور بود که آمریکایی‌ها اونقدر احمق نیستند که او را تو عراق بکشند. یک سال بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، روابط ایران و عراق چگونه است؟ آیا فرمانده جدید نیروی قدس سپاه توانسته جای سلیمانی را بگیرد؟ عنوان دولت عراق او را ملزم به درخواست ویزا کردیم. ژنرال قاآنی الان با ویزا وارد میشه و با مقامات رسمی عراق دیدار میکنه. یعنی از در وارد میشه. اینجا در هست. وقتی هست چرا از پنجره باید وارد شد؟ در ادامه برنامه امشب، اوجگیری دوباره شاخ و شانه کشیدن‌های ایران و آمریکا. تهران به واشنگتن هشدار داد در تله اسرائیل برای شروع درگیری نظامی نیفتد. از مهمانان برنامه می‌پرسیم آیا آمریکا موفق شده نفوذ ایران در منطقه را مهار کند و آیا در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تنش بین ایران و آمریکا بالاتر می‌گیرد؟ بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران. سازمان محیط زیست برای جلوگیری از مصرف مازوت در نیروگاه‌ها دست به دامان دادستانی شد. اگر صحنه درگیری گرفتید من ببینم اینجا سالم وایستاده باید و دستور یک مقام پلیس ایران برای ضرب و شتم متهمان. جانشین فرمانده نیروی انتظامی میگوید همین که متهم زنده است حقوقش رعایت شده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در نخستین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، تنش میان ایران و آمریکا دوباره بالا گرفته. در شرایطی که دو هفته به پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ مانده، وزیر خارجه ایران در پیامی در توییتر هشدار داده عواملی در اسرائیل در تلاشند تا آمریکا را به جنگ با ایران بکشانند. در این بحبوحه روابط تهران با بغداد هم با حذف شدن قاسم سلیمانی و به قدرت رسیدن نخست وزیری تازه در عراق به کلی تغییر کرده. نفیسه کوهنورد همکار ما به دنبال ناگفته‌های آن شب و وضعیت تازه نیروهای تحت حمایت ایران در عراق به این کشور سفر کرده و با رهبران بعضی از این گروه‌ها صحبت کرده. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارش نفیسه کوهنورد رو ببینیم. الله اکبر. برای آنها که قاسم سلیمانی را قهرمان می دانستند، این نقطه از مسیر خروجی فرودگاه بغداد زیارتگاه تازه‌ای شده. محمد و آل محمد. اینجا بود که فرمانده نیروی قدس سپاه و ابو مهدی مهندس نایب رئیس هشت شعبی همراه هشت نفر دیگر از همراهانشان در حمله هوایی آمریکا کشته شدند. حادثه غیر منتظره که گروه های هوادار ایران را در عراق و منطقه غافلگیر کرد. هادی عامری فرمانده سپاه بعد که در این تصویر بین قاسم سلیمانی و ابو مهدی ایستاده و یکی از نزدیکترین افراد به این دو محسوب می شد، برای اولین بار از وقایع پشت پرده آن شب می گوید. سمعتو من الاخ العزیز الحاج ابو مهدی رحمت الله علیه. روز 31 دسامبر 2019 برادر عزیزم ابو مهدی گفت که قرار فرداش حاج قاسم به عراق سفر کنه. من مخالفت کردم و گفتم بهش بگید که الان تو این شرایط بحرانی درست نیست بیاد، به خصوص بعد از اقدام مجرمانه آمریکا که نیروهای هشت شعبی رو در مرز بمباران کرده بود. جوائن من الحشد الشعبی في منطقه الحدود. روز 29 دسامبر 2019 این پایگاه کتائب حزب الله در مرز عراق و سوریه بعد از بمباران آمریکا. حمله ای در پاسخ به راکتباران پایگاه های نیروهای آمریکایی در کرکوک که در آن یک نفر کشته شد. آمریکا کتائب حزب الله را مقصر دانست. و این 31 دسامبر 2019 مراسم تشییع کشته شدگان در آن بمباران به آشوب کشیده شد. تظاهر کنندگان خشمگین که غالباً از حامیان هشت شعبی و ایران بودند به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. این ویدیویی که آن شب از داخل سفارت گرفته شده. بعضی منابع آمریکایی گفتند که همین صحنه ها سبب شد دونالد ترامپ دستور حمله بزرگتری را بدهد. از نظر بعضی مثل آقای عامری این فقط یک بهانه بود.
أنا أعتقد الأمريكان كانوا يخططون لاغتيال الحاج مهدي الأخ سليماني منذ فترة طويلة. من معتقدم آمریکایی ها از مدت ها پیش برای کشتن قاسم سلیمانی و ابو مهدی برنامه ریزی کرده بودند و سفارت فقط بهانه بود. ما میدونیم چطوری عملیات نظامی میکنند. میدونیم برای عملیات ترور برنامه ریزی بلند مدت لازمه. ما بارها به حاج قاسم هشدار داده بودیم، اما او بر این باور بود که آمریکایی ها اونقدر احمق نیستند که او رو تو عراق بکشند. معتقد بود که آمریکایی‌ها همه کاری می‌کنند که در ایران ترورش کنند. برای همین داخل ایران که بود محتاط بود و همه ملاحظات امنیتی رو رعایت می‌کرد. این تصویر را رسانه‌های وابسته به سپاه و هشت شعبی به تازگی منتشر کردند. ورود پرواز 501 هواپیمایی شاموینگ از دمشق به بغداد. هواپیمایی که حامل قاسم سلیمانی بود. و این دقایقی بعد عملیات آذرخش کبود، حمله پهبادی آمریکا به کاروان او. مقامات آمریکایی در توضیح علت حمله گفتند که آقای سلیمانی برای برنامه‌ریزی عملیاتی علیه آمریکایی‌ها آمده بود. اما نخست وزیر وقت عادل عبدالمهدی در جلسه پارلمان گفت که او حامل پیامی بود برای پایین آوردن تنش با عربستان. و این اما روایتی دیگر. من مطمئن شده بودم که حاج قاسم بعد از گرفتن پیام ما تصمیمش رو برای اومدن به عراق عوض کرده. فقط قرار بود بره لبنان و سوریه. اما بعدش فهمیدیم که ظاهراً عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت با او تماس گرفته و گفته فکرایی داره که میخواد با او در میون بذاره و اینطور حاج قاسم تصمیمش رو عوض کرده و از سوریه به عراق اومده بود. او به دعوت عادل عبدالمهدی اومد. من دلم میخواد یکی از عادل بپرسه که موضوع دیدار چی بوده. تا جایی که من فهمیدم او اومده بود که تنش رو با آمریکا کم کنه، نه اینکه عملیاتی علیه آمریکایی‌ها ترتیب بده. اگه میخواست عملیات انجام بده لازم نبود بیاد عراق، که میتونست بشینه در لبنان و سوریه و ایران و از اونجا عملیات رو فرماندهی کنه. اليوم اذا واحد يخطط عمليات ما يحتاج يجي للعراق، هو قاعد بلبنان بسوريا بايران يخطط للعمليه. نقشه ای در کار بود یا نه، با از میان برداشتن این مرد که نماد قدرت طلبی ایران در خاورمیانه بود، واشنگتن یکی از بزرگترین ضربه هایش را به تهران زد. این گوشه ای از حضور قاسم سلیمانی در میدان های جنگ با داعش در عراق، حضوری که برای هوادارانش نشانه قهرمانی بود، اما از نگاه مخالفانش گواهی بر تلاش ایران برای گسترش نقشش در منطقه. در نبود او دست کم در عراق به نظر شرایط برای تهران در حال تغییر است. من به دیدار مشاور مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق آمدم. او میگوید آقای کاظمی سعی دارد رابطه عراق با ایران را باز تعریف کند. چه فرقی بین رابطه شما با آقای قاآنی در مقایسه با رابطه دولت عراق با آقای سلیمانی وجود داره؟ سلیمانی کان یعتقد بانه قاسم سلیمانی فکر میکرد او نه تنها هماهنگ کننده امور در عراق، بلکه حتی مسئول امور داخلی عراق هم هست. برای همین هر وقت دلش میخواست میومد و میرفت. به گفته کسایی که اون رو از نزدیک میشناختن، او فرد محترمی در روابطش بود، اما فراتر از یک ایرانی در عراق رفتار میکرد و تصور میکرد مسئولیتش ورای مرزهای ایرانه. برای همین قوانین و پروتکل‌های رسمی عراق براش مهم نبود. اما درباره قاآنی، جانشین او وضع فرق میکنه و ما به عنوان دولت عراق او رو ملزم به درخواست ویزا کردیم. ژنرال قاآنی الان با ویزا وارد میشه و با مقامات رسمی عراق دیدار میکنه. یعنی از در وارد میشه. اینجا در هست. وقتی هست چرا از پنجره باید وارد شد؟ گاهی در بازه و گاهی هم بسته. اما در رو باید بزنید که بهتون گفته بشه بفرمایید. یکفی ان نطلب و ندق على الباب بفرمایی تفضلوا. این روزها خیابان‌های بغداد پر شده از تصاویر قاسم سلیمانی و ابو مهدی. پوسترهایی که بیشترشان را گروه‌های نزدیک به ایران نصب کردند. شاید تلاشی برای قدرت نمایی. اما از نگاه بعضی، حادثه فرودگاه خسارت غیرقابل جبرانی برای این گروه هاست که عراق را هم با بحران بیشتری مواجه کرده. اشیاء کثیره تغییرت
اولا شخصیت خیلی چیزها تغییر کرده. اولا جنرال قاسم سلیمانی شخصیت عادی نبود و نفوذش چه در داخل ایران و چه در عراق متفاوت از همه بود. اما شاید کمتر کسی بدونه که شخصیت ابو مهدی هم مهم بود. اولا اون یک عراقی بود با روابط گسترده و قوی با همه گروه‌ها و طرف‌های موجود در داخل عراق. او همچنین رابطه قوی با ایران داشت. برای همین کس قابلی که بتونه جای اون رو بگیره وجود نداره. در نتیجه تأثیر نبود ابو مهدی در عراق از نبود قاسم سلیمانی در ایران بسیار بیشتره. به نظرتون در نبود ابو مهدی کنترل این گروه ها سخت‌تر شده؟ سابقا كان من الممكن الحديث مع ابو مهدي المهندس لتهدئه الاوضاع. قبلا امکان این وجود داشت با ابو مهدی حرف زد و تنش ها رو پایین آورد و تصمیمی باهاش گرفت. اما الان طرف صحبت زیاد شده و بینشون هم نزاع و رقابته. معلوم نیست کی طرف اصلیه و کدوم ها فرعی. هیچ کدوم هم اهل تسامح نیستند. در قیاس با قبل این گروه‌ها استفادهشون از سلاح بیشتر شده. فشار بیشتری رو جامعه و دولت میارن و حتی باعث خوف مردم میشن. و ربما فی بعض الاحیان من یرهب المواطن اکثر. گروه‌های تحت حمایت ایران اولین سالگرد کشته شدن فرماندهانشان را پررنگ برگزار کردند. این یکی از چندین مراسم در کربلا. اما در غیاب قاسم سلیمانی این گروه ها به وضوح بی سر ماندند و نقششان به نظر در عراق در حال رنگ باختن است. ایران هم وعده انتقام سخت می دهد. ولی معلوم نیست این موضوع تا چه حد و تا چه زمانی بر روابط ایران و آمریکا و سیاست منطقه‌ای تهران سایه بیندازد. نفیسه کوهنورد اینجا در استودیو با من هست. نفیسه به تازگی از عراق برگشتی و میدونم که در حال ساخت مستندی هم هستید، ولی کمی از حال و هوای عراق به همون بگو، چه میگذشت اونجا؟ مجید اتفاقا در مستند خواهیم دیدین رو، این فقط بخش کوچیکی بود. سعی کردیم به جوانب مختلف تأثیر این کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس بر عراق، به خصوص بر بخشی از عراق بپردازیم. برای بخشی از جامعه این دو نفر قهرمان بودن، برای بخش دیگه جامعه عراق تروریست یا حتی ضد دموکراسی محسوب می شدن. ما سعی کردیم که با هر دو طرف صحبت بکنیم و نظرهای اونها رو بشنویم، که حالا میگم در فیلم امیدوارم که به زودی ببینیمش. کلن یک فضای خیلی نامشخص مبهمی الان وجود داره، به خاطر اینکه از یک طرف این گروه ها به نوعی بدون سر موندن و خیلی ها معتقدن که این باعث شده که این گروه ها بتونن بخشیشون حتی سرخودتر از گذشته رفتار بکنن. از طرف دیگه همونقدر دولت کنونی عراق داره فشار میاره و روابطش رو با این گروه ها داره سعی میکنه که به شکل دیگه ای ادامه بده. دیگه وضعیت مثل وضعیت قبلی نیست که این گروه ها خیلی راحت بتونن هر وقت دلشون میخواد همه کار بکنن. گرچه هنوز دارن فشار میارن، گرچه هنوز ما شاهد حمله های راکتی هستیم، اما به وضوح میشه این رو دید که این گروه ها الان تحت فشار هستن. و نگرانی که من از دو طرف شنیدم این بود که نگرانن این وضعیت به یک بحران خیلی جدی تر تبدیل بشه، به یک جنگ داخلی تبدیل بشه. این چیزیه که من از هر دو طرف شنیدم، هم طرفدارها و هم مخالفها، به خاطر اینکه همین ابهامی که الان وجود داره انگار همه منتظرن ببینن که کی بالاخره دست برتر رو خواهد داشت. و خب عصبانیتی که در گروه های طرفدار آقای سلیمانی و ابو مهدی هم هست هم قابل اغماض نیست. پس به زودی باید منتظر مستندی هم باشیم که نفیسه کوهنورد در حال تهیه کردنش هست. ممنونم از نفیسه. نفیسه کوهنورد همکارم اینجا در استودیو ما. برای بحث بیشتر در این مورد مکس آبرامز به ما پیوسته، استاد علوم سیاسی دانشگاه نورث ایسترن و نویسنده کتاب قواعد شورشیان روش پیروزی در تاریخ پیکارجویی. آقای آبرامز از بوستون، از بوستون آمریکا با ما هست. آقای آبرامز،
حداقل یک سال از اون ماجرا گذشته. آمریکا مدعی بود که این کار رو برای بازدارندگی انجام میده، هدفش بازدارندگی هست، و آیا به نظر شما بعد از این یک سال اون بازدارندگی حاصل شده؟ نظر من یک مقداری متفاوته. من معتقدم که ایران به واقع بازدارندگی روش داشت اعمال میشد حتی قبل از کشتن سلیمانی. بعد از اینکه سلیمانی مرد، ایران همچنان تحت بازدارندگی بود. به اعتقاد من کلا به این اعتقاد، به بحث بازدارندگی یا دیترنس به ویژه بین دولت‌ها، بین کشورها معتقد هستم، به خصوص در میون وقتی کار به بحث تروریست‌ها میکشه، این یک مقدار بازدارندگی معنای خودش رو از دست میده، چون خیلی وقتا تروریست‌ها انتحاری عمل میکنن، جون خودشون براشون مهم نیست، از یک جمعیت خاصی دفاع نمیکنن، بسیار ریسک پذیر هستن، از ریسک استقبال میکنن، خیلی وقتا حملاتی رو صورت میدن که حتی برای اونها اعمال مسئولیت یا پذیرش مسئولیت نمیکنن، بنابراین نمیدونید که چطور میشه اونها رو مجازات کرد یا از خشونت‌های بعدی جلوگیری کرد. اما تهران اینطوری نیست. تهران بله خیلی ریسک پذیر هست، دولتی است که یک جمعیت بسیار بزرگی رو تحت حکومت خودش داره، ولی خب یک کشور یا دولت انتحاری نیست، اگه بخوایم همچی اسمش بدیم نمیتونیم. بنابراین فکر میکنم که بازدارندگی در مورد ایران به طور پیوسته عمل کرده، اگرچه آمریکا گفت که ما باید سلیمانی رو بکشیم، پیشا پیش به او حمله کنیم چون ایران میخواد به ما حمله کنه و این در واقع به معنی دوباره احیای بازدارندگی باشه. نه اینطور نیست، چون بحث بازدارندگی قبل و در حین و بعد از کشته شدن سلیمانی همچنان پابرجا بوده. یک سال بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی باز هم ما تقریبا همین پیام رو از طرف آمریکا میگیریم. اونها همچنان معتقدن که تهدیدهایی از طرف تهران اونها رو تهدید میکنه، از جمله اینکه در چند هفته گذشته شاهد بودیم که چطور تنش‌ها بالا گرفته. اما به نظر میرسه در پنتاگون اختلاف نظر در این مورد وجود داره. بله، این یک زمان خیلی حیاتی است، زمان نگران کننده است، برای اینکه خب دلیل اینکه شما منو دعوت کردیم به برنامه‌تون همینه که یک سال گذشته در آستانه سالگرد کشته شدن سلیمانی هستیم. بنابراین شاهد یک سری رجزخوانی هایی هستیم از جانب تهران که میگه من میخوام به یک نحوی انتقام بگیرم و بدون هزینه باشه این انتقام و آمریکایی‌ها هزینه‌شو خواهند پرداخت. اما این احتمالاً فقط در حد رجزخوانی و کلامی میمونه و واقعاً میگن که 200 گفتار چنین کردار نیست، حرف زدن آسونه. باید ببینیم که در یکی دو هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. من خیلی تردیدی ندارم راجع به اون چیزی که ترامپ انجام خواهد داد، چون ترامپ در مورد ایران سیاستش خیلی قابل پیش بینی است. در واقع چیزی که ترامپ میخواد اینه که ایران یک اشتباه احمقانه مرتکب بشه با حمله به آمریکا، و اون وقت این به ترامپ یک جور توجیهی میده، یک جور دلیلی میده برای اینکه بتونه که حمله‌ای که میخواد رو، که خیلی وقت هم است که میخواد علی ایران انجام بده، در نهایت انجام بده. بنابراین توصیه من به ایران اینه که خیلی ساکت بشینه و صبر کنه که دولت جدید بر سر کار بیاد، چون دولت کنونی، دولت ترامپ، در حال خروجه، رو به خروجه، و چیزی بیشتر از این نمیخواد که یک دلیل موجه برای ایجاد جنگ به دستش برسه تا این بتونه حمله علیه ایران رو توجیه کنه. بنابراین من از ایران میخوام که بردبار و صبور باشه، نه به خاطر منافع آمریکا بلکه به خاطر منفعت خود جمهوری اسلامی. آقای ابراهیم، شما گروه های شبه نظامی رو در دنیا دنبال میکنید، اونها رو تحت نظر دارید و فعالیت هاشون رو میبینید. نفیسه کوهنورد همکارم میگفت و در گزارشی که داشت به این اشاره کرده بود که این گروه ها حالا بدون وجود قاسم سلیمانی عملا بی سر شدند، کسی نیست که اونها رو هدایت بکنه و همین میتونه خطرناکتر باشه. آیا ملاحظات و دیدگاه شما هم همین هست؟
خب مطالعات زیادی در این باره انجام شده که من هم درش نقش داشتم که میاد به آثار یا رفتار گروه‌های تأثیر گروه‌های نظامی، گروه‌های شبه نظامی که رئیسشون کشته شده نگاه میکنه و ما هم از این اصطلاح سرشون بریده شده استفاده میکنیم. اما در مورد قاسم سلیمانی، او رهبر یک گروه شبه نظامی معمولی نبود، در واقع او یک بازوی اضافه و جانبی بود از خود نیروی نظامی متعارف ایران. بنابراین نمیشه لزوماً همون نتیجه گیری رو کرد یا همون پیش بینی های رو کرد مثل وقتی که مثلا یک گروه شبه نظامی دیگه رئیسش رو یا رهبرش رو از دست میده. نمیشه القدس، سپاه قدس، سپاه پاسداران رو مقایسه کنیم با اون گروه های شبه نظامی، چون اینها به یک حکومتی وصل هستند کاملا. اما چیزی که من میتونم به شما بگم اینه که یک ارتباطی میتونه اینجا باشه. چه طبق اون چیزی که تحقیقات من نشون میده، کشتن رهبران شبه نظامی، گروه های شبه نظامی، میتونه خیلی خطرناک باشه، چون چیزی که از نظر آماری احتمال اتفاق افتادنش هست و در سراسر جهان اینطوری اتفاق میفته اینه که اون گروه ممکنه حتی رادیکالتر و تندروتر بشه، به این معنی که احتمال بیشتری هست که اون گروه بعد از مرگ رهبرش بیاد و فعالیت‌های تروریستی بیشتری بکنه یا به غیر نظامی حمله کنه. دلیلش هم اینه که جایگزینی رهبر جدید خیلی احتمال هست که یک فرآیند رادیکال تر باشه، یعنی یا رهبر جدید، رهبر جایگزین رادیکال تر و تندروتر باشه، و این نگرانی هست که در مورد قاسم سلیمانی هم وجود داره، چون قطعا جای قاسم سلیمانی خالی نخواهد بود. و نگرانی این هست که اگرچه قاسم سلیمانی هم دستش به خون آغشته بود، کسی که جای او رو میگیره ممکنه که رفتارش یا شخصیتش بی‌ثبات‌تر باشه و تندروتر باشه. اما به طور کلی فکر نمی‌کنم که تا این لحظه این ترس‌ها به واقعیت تبدیل شده باشند. تا این لحظه شاهد تغییر بزرگی در رفتار ایران نبودیم بعد از مردن قاسم سلیمانی. به نظر میاد که رفتار ایران باثبات بوده قبل و بعد از این واقعه. ممنونم از شما مکس ابرامز، استاد مطالعات سیاسی دانشگاه نورث ایستن. همونطور که پیشتر هم گفتیم، در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، گزارش‌ها حاکی از بالا رفتن التهاب زیر پوست منطقه بوده. آمریکا میگه گزارش‌هایی داره که ایران ممکن هست بخواد در سالگرد مرگ قاسم سلیمانی دست به عملیاتی انتقام‌جویانه علیه آمریکا و متحدانش بزنه. تحقق اونچه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر وعده داده بود. ایران یک سال پیش، کمتر از یک هفته بعد از کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه، به خونخواهی و موشک‌هایی به پایگاه نظامیان آمریکا در عراق شلیک کرد. حمله‌ای که خود ایران ساعتی پیش از اون مقام‌های عراقی رو در جریانش گذاشته بود و در اون هیچ آمریکایی کشته نشد. اما چند روز جهان رو در وحشت شروع یک جنگ واقعی فرو برد. در استراب واکنش آمریکا به این حمله، سپاه پاسداران هم یک هواپیمای مسافربری رو با 176 سرنشین در نزدیکی فرودگاه تهران سرنگون کرد. تصاویری که می‌بینید مربوط به سرنگونی همون هواپیما هست. اما با این همه، جمهوری اسلامی تأکید داره که انتقامش به تمامی محقق نشده و همینه که حالا در سالگرد این وقایع آمریکا میگه احتمال حمله از طرف ایران رو جدی میگیره. و به همین دلیل تصاویری که میبینید از USS جورجیا، زیردریایی جنگی آمریکا است که از هفته پیش به آبهای خلیج فارس آمده، این هم بمب. و تصاویر بعدی که میبینید، بله، این بمب افکن B-52 آمریکا است با قابلیت حمل بمب هسته‌ای که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفته دو تاش رو بر فراز آبهای خلیج فارس به پرواز درآورده. سنتکام میگه هدفش ارسال پیام بازدارنده و روشن به هر کسی هست که بخواد به منافع آمریکا در منطقه آسیب بزنه. ایران اما بر انتقام تاکید میکنه و در این حال از حضور نظامی آمریکا در منطقه هم خشمگین هست. و مطمئن باشیم
حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ این جنایت شما رو به شما بدن. اسماعیل قانی بود، مرد شماره یک سپاه قدس ایران و جانشین قاسم سلیمانی. در یک سال گذشته بسیاری از مقام‌های ایران مثل او آمریکا رو تهدید به انتقام کردند و میگن زمان و چگونگی انتقام رو ایران تعیین میکنه. دیروز ایران در واکنش به پرواز بمب افکن‌های آمریکایی بر فراز خلیج فارس به رئیس شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل نامه اعتراضی نوشت. شمارش معکوس برای پایان حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید هم شروع شده. شاخ و شانه کشیدن تهران برای واشنگتن و تهدید انتقام از یک سو و نگرانی مخالفان جمهوری اسلامی از مماشات احتمالی دولت تازه آمریکا با ایران تب التهابات در منطقه رو هم بالا برده. اینا تصاویر حمله راکتی هفته پیش به سفارت آمریکا در بغداد که آمریکا گروه‌های نزدیک به ایران رو عامل اونها میدونه. رئیس جمهوری آمریکا تهران رو تهدید کرده که اگر یک آمریکایی کشته بشه ایران مسئول اون هست. تهران نه تنها دست داشتن در این حمله رو رد کرده، بلکه میگه گروه‌های در پی تحریک آمریکا برای درگیری با ایران در روزهای پایانی دولت آقای ترامپ هستند. این هم توییت محمد جواد ظریف و کوت وزارت خارجه آمریکا است. بر اون توییت که گفته اطلاعات تازه‌ای دارند که اسرائیل در حال توطئه و زمینه‌سازی برای حمله آمریکا است. محمد جواد ظریف خطاب به دونالد ترامپ نوشته مواظب تله باش، چرا که هر آتشی پاسخ متقابل به ویژه علیه دوستان آمریکا در منطقه خواهد داشت. تهدیدهای ایران و آمریکا علیه یکدیگر در هفته‌های پایانی حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید چقدر جدیه؟ عراقی‌های به جان آمده از منازعه ایران و آمریکا در خاکشون تا کجا تحمل این رویارویی رو خواهند داشت و رویکرد تهران و واشنگتن در آمریکای بعد از ترامپ تا چه تقابل و چه اندازه تلاش برای گره‌گشایی خواهد بود؟ با ما بمونید، این سوال‌ها رو در این برنامه پاسخ میدیم. برای پیدا کردن پاسخ همین سوال‌ها سینا عزودی با ما هست، پژوهشگر روابط بین‌الملل در شورای آتلانتیک از واشنگتن دی سی و همینطور حسام دستپیش استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح‌الدین اربیل از بروکسل بلژیک به ما پیوسته. آقای عزودی اجازه بدید بحث رو با شما شروع بکنیم. یک سال گذشته از کشته شدن قاسم سلیمانی و همزمان آمریکای ترامپ در حال تمام شدن هست. ما با یه آمریکای جدیدی مواجه خواهیم بود در طول چند هفته آینده. چقدر فکر می‌کنید ایران همچنان با رفتن آقای ترامپ از کاخ سفید به دنبال این انتقام باشه؟ من فکر میکنم که خب در ایران 100% این چیزو میگن که میخوان انتقام بگیرن، یه روزی این کارو خواهن کرد، ولی به نظر من این رفتارهایی که ایران این مدت در یک سال گذشته نشون داده اینه که میتونه به صلاح هزینه ها و فواید درگیری احتمالی با آمریکا رو خوب درک بکنه. حتی زمانی هم که تصمیم گرفتن به آمریکا حمله بکنن، به نیروهای آمریکا حمله بکنن، همونطور که در گزارشتون هم بود، قبلا به دولت عراق خبر داده بودن که اونها مسلما به آمریکایی‌ها بگن، برای اینکه ببینید مسلما زمانی که دو طرف، من از این مفهوم زیاد استفاده میکنم، وارد نردبان تنش بشن، مسلما به خاطر اینکه آمریکا قدرت نظامی قابل مقایسه با ایران نداره، خیلی راحت میتونه درگیری رو زود به نفع خودش تمام بکنه. ولی حرف من آخرش اینه که ایران تصمیماتی که گرفته ظرف چند مدت گذشته تصمیمات منطقی بوده، تصمیماتی بوده که سعی کرده که از درگیری مستقیم با آمریکا جلوگیری بکنه و من فکر میکنم که این پیام‌هایی هم که دو طرف دارن به هم میدن، هر دو طرف دارن سعی میکنن که یک طوری از یک درگیری جلوگیری بکنن. من فکر نمی‌کنم دولت آینده‌ای هم اگر باشه ایران تصمیماتش در مورد درگیری احتمالی با آمریکا عوض بشه، برای اینکه در هر صورت چه رئیس جمهور دموکرات باشه چه رئیس جمهور جمهوری خواه باشه، اگر درگیری
پیش بیادش و اگر سرباز آمریکایی کشته بشه، رئیس جمهور در هر صورت تحت فشار داخلی آمریکا مجبور خواهد بودش که جواب بده، و بعد اگر آمریکا جواب بده، ایران باید جواب بده، و بعد همینطوری هی وارد این نردبان میشن و ممکن یک درگیری کامل نظامی باشه. آقای دستبیش، این تصمیم های ایران که آقای عزادی بهش اشاره کردن در عراق چگونه دیده میشه؟ آیا به همون اندازه معقول دیده میشه با توجه به خصوص به این که آقای کاظمی در عراق تلاش کرده یه باز تعریف تازه ای از روابطش با ایران بکنه؟ ببین، شرایطی که در عراق وجود داره برای جمهوری اسلامی، قبلا در بعضی از گزارشاتون اشاره کردید، اینی که ما با بحران جدی در رابطه با گروه های میلیشیایی در عراق روبرو هستیم که تعدادشون بسیار زیاده و در این حال نیروهایی که بتونن در اون تأثیر گذار باشن بسیار اندکه یا کمه، یا اون قدرت کاریزماتیک یا اون توانایی رهبری که بتونه بر اونا تأثیر بذاره این مسئله رو از دست دادن. بعد دوم قضیه اینه که دولت جدید در عراق به اصطلاح تصمیم گرفته، تصمیم جدی گرفته به این معنا که بتونه این نیروها رو کاملا کنترل کنه، و آقای کاظمی در روزهای گذشته خیلی به صراحت این مسئله رو اعلام کرد. بعد سوم قضیه اینه، خب کسانی که جانشین آقای سلیمانی شدند تا به این لحظه توان این رو نداشتن که بتونن اون شرایط لازمی که در رابطه با این نیروها وجود داره بتونن اون رو اعمال کنن، و نماد خیلی مشخصش اینه که رابطه جمهوری اسلامی یا قدس با این نیروها اساساً با کسایی مثل هادی آمری و غیره است، و این ما در این حال در گروه های میلیشیایی ما کسان جدیدی رو داریم که اینا به نوعی نیاز به یک نوع قدرت یا کنترل بیشتری دارن. در مجموع میخوام این مسئله برجسته کنم که توان جمهوری اسلامی در رابطه با میزان نیروهایی که اونها وابسته هستن یا پیرو جمهوری اسلامی هستن بسیار کاهش پیدا کرده، و این میزان کاهش باعث کارهای خیلی ریسکی میشه به این معنا که عملی انجام بشه که بتونه جمهوری اسلامی رو به این نوعی وارد یک بازی خاصه یا ناخواسته بکنه. برای این فکر میکنید که ترور یا کشته شدن یا ترور قاسم سلیمانی عملا باعث شده که نفوذ ایران در منطقه کاهش پیدا بکنه؟ ببینید، آقای سلیمانی از لحاظ نظامی یه استراتژیست نظامی بود برای منافع جمهوری اسلامی، برای ایدئولوژی جمهوری اسلامی، و در این حوزه کارهایی که در منطقه انجام داد تونست یک شبکه‌ای از گروه‌های میلیشیایی رو ایجاد کنه که بتونه منافع رو تأمین کنه. بعد دوم قضیه اینه که آقای سلیمانی بخشی از گفتمان رسمی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود به معنای این که بتونه اون هژمونی یا اون کارکرد مشروعیتی رو برای جمهوری اسلامی تولید کنه، و به نوعی به نمادی از این دستگاه ایدئولوژی تبدیل شده بود. در عرصه داخلی هم خب به یکی از ستون‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده بود به این معنا که بتونه در موازنه قدرتی که در داخل جمهوری اسلامی است به عنوان فرد تاثیرگذاری به اصطلاح نقش ایفا کنه. خب شما در حال حاضر این فرد با این مشخصات ندارید. خب موقعی که این فرد با این مشخصات ندارین، با این میزان به اصطلاح پراکندگی، با این میزان مسئولیت یا به اصطلاح تعهداتی که جمهوری اسلامی برای خودش درست کرده و ساخته و کسی نیست بتونه این مسائل رو جمع جور کنه، خب طبیعتاً میزان قدرت جمهوری اسلامی رو بسیار اندک کرده، یا بهتره بگم که زمینگیرش کرده. آقای عزادی، آقای شما موافق هستید با این مسئله، به خصوص که خب مسئولان ایرانی خودشون میگن که اتفاقا حضورشون در منطقه معنادارتر شده، نوعش فقط تغییر کرده، اما این حضور همچنان کاملا پررنگه؟ حضور ایران پررنگ هستش. من با حرفای مهمونتون کاملا موافقم. به نظر من آقای سلیمانی به خاطر شخصیت کاریزما فکر میکنن که، یعنی معتقدن که نفوذ ایران کمتر شده. نه، من این تیکش مخالف بودم ولی با اکثر حرفاش موافقم. به نظر من ببینید، شبکه‌ای که و حرفای مهمونتون کاملا درست بودش، شبکه‌ای که آقای سلیمانی درست کردش اون ایجاد شده، اون به حالت به اصطلاح
حالت اون به صورت یک سازماندهی به صورت سازماندهی شده وجود داره، ولی به نظر من در نبود آقای سلیمانی، آقای قاهانی به اصطلاح پاشو توی کفش بسیار بزرگی کرده. یعنی اینه که بخواد نقش آقای سلیمانی رو بازی بکنه، اون نفوذ آقای سلیمانی رو داشته باشه، من فکر نمی‌کنم که بتونه. و حتی از لحاظ شخصیتی هم به نظر من محبوبیتی که آقای سلیمانی در میان طرفداراش داشت و آقای قاهانی نداره. آقای سلیمانی حالا دشمنای زیادی داشتش، ولی در منطقه در عراق و اینها طرفدارای زیادی هم داشتش. من فکر نمی‌کنم که آقای قاهانی بتونه اون از لحاظ شخصیتی هم حتی بتونه نقش آقای سلیمانی رو باز کنه، چه برسه به از لحاظ عملیاتی، از لحاظ استراتژی. ولی به طور کلی من اعتقادم به اینه که اون سازماندهی که آقای سلیمانی کردش در نبود خودش مسلما تضعیف میشه، ولی آیا اینه که از بین بره؟ نه، به نظر من از بین نمیره، چون اون سازماندهی ها شده، ولی روابط، چون این به اصطلاح چون این اتحادیه ها اتحادیه‌ای نیستش که مثلا ناتو اینها قراردادی باشه، اینها بر اساس روابط انسانی بیشتر، و بر اینجاست که میگم که در نبود آقای سلیمانی به نظر من تضعیف میشه. تضعیف میشه، اما همچنان از نظرتون این روابط وجود داره و میتونه همچنان کارکرد داشته باشه. آقای دستویش، بسیاری میگن که در ایران این اصولاً سازمان‌ها و کارکردها وابسته به افراد نیستند، یعنی عملاً کنار گذاشته میشن، کسی دیگه میاد و همون کار رو انجام میده و همچنان اهداف جمهوری اسلامی رو پیش میبره. اما در عمل شما در عراق شاهد این نیستید، یعنی این رو نمیشه دید و کاملاً مشخص هست که ایران ضعیف‌تر شده در عراق حضورش. البته یه جمله‌ای بگم که عراقی‌ها برای حسین علی وفادار نبودن برای هیچ کسی میزان وفاداریشون نباید سنجید. فرهنگ یا منطق خاصی در این کشور حاکمه که باید در اونجا زندگی کرد تا متوجه شد. ببینید، اون چیزی که در حال حاضر وجود داره در عراق، اینو باید طبقه بندی کرد، این گروه های میلیشیه. ما یک دست از گروه های میلیشیه داریم که نتیجه به اصطلاح دوران جنگ ایران و عراق هستند و اینها در جمهوری اسلامی تربیت شدند، در جمهوری اسلامی حمایت شدند، در جمهوری اسلامی بزرگ شدند. نمونه خیلی مشخصش هم همون آقای ابو مهندس بود. خب این طیف در حال حاضر سکان بخشی از قدرت رو در عراق در دست دارن. بخش دومی از این نیروها بعد فروپاشی به اصطلاح حکومت صدام حسین به وجود اومدن. خب قسمتی از اونها مثل سپاه مهدی و بخشی از به اصطلاح سپاه بدر که به اون اضافه شدن، خب اینها بیشتر به دنبال اینن که بتونن به این نوعی با ساختار دفاعی در عراق ادغام بشن. قسمت عمده از این ملیشیاها بعد از آمدن داعش که اون موقع آیت الله سیستانی یه فتوای صادر کرد که اونا تقسیم میشن به دو دسته، ما هشت الوشد وطنی داریم و هشت شعبی داریم. خب این هشت شعبی که بیشتر با جمهوری اسلامی رابطه داره، اینا بخشیشون ایدئولوژیکن، یعنی نیروهای به اصطلاح تازه نفس ایدئولوژیک شیعه هستن که میخوان به این نوعی به دنبال اون چیزی باشن که بیشتر دشمنیشون هم با سنی هاست. اگه یادتون باشه یک مصاحبه از آقای ابو مهندس پخش شد که خبرنگار ازش میپرسید که ما اسرائیل رو میخواییم از بین ببریم، اون گفت نه، اول سعودی. خب این منطق به بخشی از این نیروهای جوان هشت شعبی به نوعی تزریق شده. خب موقعی که اینا رو کنار همدیگه میذارین، میزان نیروهای ایدئولوژیکی که در عراق به اون اعتماد کرد و به اون به نوعی وابسته بود که در بحران‌ها کنار شما قرار بگیره، به نظر من اقلیت هستن. شما نوع رفتار آقای قیس خزعلی رو در جریان اخیر حمله به سفارت امریکا نگاه کنید، بلا فاصله واکنش خیلی متفاوتتری از آنچه که در گذشته انجام میداد انجام داد. یا رفتار آقای صدر. در مجموع این نیروهای ایدئولوژیکی که وابسته به گفتمان رسمی در جمهوری اسلامی هستن، اینا به اقلیت تبدیل شدن و در کنار اون یک اکثریت از هشت شعبی رو داریم که دنیایی از نیروهای بدون پایگاه اجتماعی و دنیایی از نیروهای بیکار
و نیروهایی هستن که اساساً نمیشه به هیچ وجه روی اونها حساب کرد، یا به قولی جمهوری اسلامی بخواد با اینها ابزار کافی رو داشته باشه در عراق بتونه اونو به اصطلاح اجرا کنه. آقای عزادی، خیلی ها فکر می‌کنم توییت آقای ظریف رو، وزیر خارجه ایران رو، دیدید. اولا تحلیلتون از اون چه هست و فکر می‌کنید که با روی کار آمدن آقای بایدن چقدر مسائل تغییر خواهد کرد، به خصوص در روابط بین آمریکا و عراق و همینطور ایران و عراق به تبع اون؟ در مورد توییت آقای ظریف، به نظر من الان هم آمریکا هم ایران دارن سعی می‌کنن با پیام فرستادن، پیام‌های غیر مستقیم از طریق مثلا قطری‌ها یا پیام از طریق توییتر دادن، این پیامو به هم برسونن که هیچ کدومشون به دنبال شروع کردن یک درگیری نیستن، ولی آمادگی اینو دارن که از خودشون دفاع بکنن. مثلا میگم این ناو هواپیمابر نیمیتس که بهش دستور داده شد که برگرده و از منطقه خاورمیانه خارج بشه، به نظر من و اینطور هم که گفته شد، این یک به اصطلاح یک پیامی بود برای ایران که آمریکا به دنبال درگیری نیستش و سعی میکنه این مقدار از تنش‌ها رو کمتر بکنه. توییت آقای ظریف هم به خاطر همین بود به نظر من، این پیام ایرانه که ایران به دنبال درگیری نیستش، و اینه که و من موافقم با این حرفشون که متحدان آمریکا در منطقه خاورمیانه به دنبال این هستن که آمریکا رو وارد یک درگیری نظامی بکنن. و مربوط به آقای ترامپ هم نمیشه، قبلا هم مثلا میگم عربستان، میگم در موردشون آقای چاکگی وزیر دفاع سابق آمریکا گفته بودن که سعودی ها میخوان با ایران تا آخرین قطره خون سربازان آمریکایی بجنگن، یعنی میخوان آمریکا رو بنازن جلو که با ایران درگیر بشه که به اصطلاح تهدیدات خودشون بره. اسرائیل هم همینطور، به نظر من اسرائیل به نفعش خواهد بودش که اگر آمریکا با ایران درگیر بشه و بخواد این تهدیدی که اسرائیل میبینه از این رو، از ایران رو، اون رو از بین ببره، مخصوصا در مورد برنامه اتمی ایران. ممنونم از هر دوی شما، عزیزان، سینا عزادی پژوهشگر روابط بین الملل با ما و همینطور حسام دستپیش استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح‌الدین عربی. ممنون شما. آلودگی هوا در پایتخت ایران شدید شده و استاندار تهران پیشنهاد کرده 2 روز در این استان تعطیلی اعلام شود، اما رئیس جمهوری هنوز پاسخی به این پیشنهاد نداده. سازمان محیط زیست ایران میگوید بعضی نیروگاه‌ها و کارخانجات اطراف تهران از مازوت برای سوخت استفاده می‌کنند و قوه قضاییه باید دخالت کند. اصفهان، تبریز، همدان و چند شهر در استان خوزستان هم شرایط ناسالم آب و هوایی دارند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. جا برج میلاد بوده، اصلا دیده نمیشه. اینجا دیگه سمت جنوب، سمت غرب. نفس تهران و شهرهای دیگر باز به شماره افتاده. هوا آلوده است. منتقدان میگویند هفته هاست هوا در پایتخت آلوده است و مسئولان باز هم دیر به فکر افتادند. جلسه فوق‌العاده کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران که قرار بود دیروز تشکیل شود، امروز تشکیل شد. پیشنهاد 2 روز تعطیلی رو برای همه دستگاه‌های اداری، برای فعالیت‌های عمرانی، برای دستگاه‌های خصوصی و همه اون رفت و آمدهایی که علی رغم همه این محدودیت‌ها ما 10-15% افزایش ترافیک رو نسبت به مشابه سال قبل داشتیم. با وجود محدودیت‌های ایجاد شده برای رفت و آمد به دلیل کرونا، هوای پایتخت و چند شهر دیگر همچنان آلوده است. دلیلش هم به گفته مسئولان وزارت بهداشت و مقام‌های محلی سوزاندن مازوت است. آلایندگی ناشی از مازوت میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را تا 6 برابر افزایش می‌دهد. هیچ صنعتی، هیچ نیروگاهی در استان از سوخت مازوت داره استفاده نمی‌کنه. استاندار تهران اطمینان داده هیچ کارخانه‌ای در این استان از سوخت مازوت استفاده نمی‌کند. اما صحبت‌های مقام‌های مختلف در سازمان حفاظت محیط زیست خلاف آن را ثابت می‌کند. همین امروز مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، گفته اراده‌ای برای رفع مشکل آلودگی هوا وجود ندارد. مطلع شدیم تعدادی از نیروگاه‌ها و واحدهای ریختگری تهران از سوخت مازوت استفاده کردند. در نامه‌ای به دادستانی تهران درخواست کرده این با اقدام‌های قضایی با مازوت سوزی نیروگاه‌های تهران برخورد شود و با آن مقابله کنند. این مقام سازمان حفاظت از محیط زیست یکی از دلایل استفاده از مازوت را افت فشار گاز دانسته و گفته نیروگاه‌ها با سرد شدن هوا برای جلوگیری از کاهش تولیداتشان به سمت سوزاندن مازوت می‌روند.
حکومت ایران تقصیر را به گردن تحریم‌ها انداخته و می‌گوید چون کسی خریدار مازوت ایران نیست، ناچار است مازوت تولیدی را در شهرها بسوزاند. مازوت از آلاینده‌ترین مشتقات نفت است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک هفته پیش گفته بود نیروگاه‌های شرق تهران می‌توانند از مازوت استفاده کنند، اما نیروگاه‌های غرب تهران به دلیل اینکه با وزش باد آلودگی وارد شهر می‌شود، حتماً باید از گاز استفاده کنند. کیفیت هوای تهران با شاخص میانگین 148 برای گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار، کودکان و سالمندان ناسالم است. هوای تهران با ناسالم بودن برای همه گروه‌ها فاصله زیادی هم ندارد. رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل استنشاق ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون در هوا جان خود را از دست می‌دهند. یعنی همان ذراتی که در آلودگی هوای امروز 13 دی ماه در تهران نقش اصلی را دارند. با توجه به این ورژن بسیار متراکمی که الان در تهران وجود داره، این موجب میشه که متاسفانه ویروس کرونا از شرایط اقلیمی و پیرامونی مطلوب‌تری برخوردار باشه. میزان ثبوت ویروس در محیط شهر افزایش پیدا کرده که به خاطر این ورژن. این تصویر امروز به دست ما رسیده از ارتفاعات اطراف تهران. ابری از دود و آلودگی پایتخت را پوشانده. فعلا کرونا و آلودگی با هم به جنگ شهروندان رفتند، جنگی که مسئولان فعلا آن را نظاره گرند. فرین عاصمی، بی بی سی. سیاوش اردلان، خبرنگار ما که خبرهای مربوط به محیط زیست رو دنبال میکنه با ما هست. سیاوش، هر سال ما این موقع سال عملا مسئله آلودگی هوا رو داریم، امسال چه تفاوتی با سالهای قبل داره؟ مجید، تصویر بزرگتر ماجرا رو نگاه بکنید، مثلا نسبت به اون سالهای وحشتناک سال 1390 که تقریبا نصف روزهای سال هوا بسیار آلوده و ناسالم بودش برای گروه‌های حساس و همینطور برای همه افراد، روند بهتر شده و این به یک سوم کاهش پیدا کرده. اما وقتی دقیق تر میشین میبینین امسال نسبت به سال گذشته اوضاع بدتر شده، حتی به رغم اینکه به خاطر متعدد خودروها قاعدتا باید کمتر شده باشه و پلیس راه گفته حدوداً 10% نسبت به سال گذشته کمتر شده، اما میبینیم که تقریبا در تمام کلان شهرها، تهران، مشهد، شیراز، عراقی، قزوین، آلودگی هوا بدتر شده و دلیلش هم همین مصرف بیشتر مازوت هست که اون برمیگرده به اینکه ایران به اندازه کافی نمیتونه گاز رو به تمام خونه ها و تمام نیروگاه ها و صنایع برسونه. بنابراین ایران که با یکی از بزرگترین ذخایر گاز رو در اختیار داره، چرا باید از مازوت استفاده بشه؟ ببین، برای اینکه ایران خب ذخایر زیادی داره، 8% ذخایر گاز دنیا در ایران هستند، اما ایران الان میزان تولید گازش در سال حدود 900 میلیون متر مکعب هست. در گذشته این کفاف میداد برای مصرف گاز توسط خونه ها و صنایع، ولی الان به خاطر سرد شدن هوا میزان مصرف گاز بالا رفته و استراتژی این هستش که هیچ خونه‌ای با کمبود گاز مواجه نشه. بنابراین کاری که میکنن این هست که نیروگاه‌ها و صنایع گاز اینها قطع میکنن و اینها ناچار میشن که از مازوت استفاده کنند. و خب اما مازوت تنها دلیل، یا مثلا مصرف مازوت تنها دلیل آلودگی هوا نیست. خب دلایل دیگه هم در میان، از جمله سوخت ماشین‌ها، سوختی که خود خودروها استفاده می‌کنن. چقدر در اون موارد مسئولان تلاش کردن که تغییر ایجاد بکنن؟ خب ببین، اگه نسبت به 10 سال مخصوصا وقتی که استاندارد بنزین خودروها افزایش پیدا کرد و بیشتر شد، اما اینها کافی نبوده. تقریبا الان بخوایم تقسیم بکنیم سهم مازوت رو و سهم آلاینده های متحرک رو، اتوبوس ها، خودروها، موتورسیکلت ها، تقریبا 40-60 هست. حالا الان به خاطر مصرف بیشتر مازوت حدودا 50-50 شده، اما دولت به اندازه کافی در زمینه اجرای قانون هوا پاک که برمیگرده به همین منابع متحرک آلایندگی به اندازه کافی کار نکرده. مثلا الان کاری که پلیس راه کرده این هستش که نزدیک به 60,000 موتورسیکلت رسوبی رو که
سالها تو پارکینگ اینها ضبط شده بودن، اینها رو داره ترخیص میکنه، برمیگردونه به صاحبانش با قیمت ها و جریمه های پایین تر. و هر کدوم از این موتورها که اغلبشون هم کاربراتوری هستن، آلایندگی بسیار زیادی تولید میکنن. یعنی 10 تا موتور کاربراتوری به تنهایی اندازه یک اتوبوس فرسوده دیزلی آلودگی تولید میکنن. و الان اینها ترخیص شدن، صنایع خودروسازی تن نمیدن به قانون اجرای هوای پاک. و همینطور شورای شهر تهران، مثلا اگه بخوایم پایتخت رو مثال بزنیم که سر و صدای فراوانی میکنه و انتقادهای زیادی میکنه از کوتاهی دولت، خودش سال گذشته یه قانونی بود که اعتباری رو واسه مصوب میکرد که اینها رو اختصاص بده به فیلترهایی که اقلا اتوبوس‌ها بتونن، اتوبوس‌های دیزلی، اینها رو نصب بکنن و از آلایندگیشون کمتر بکنن، اما رأی نداد و اجازه نداد که این اعتبارات صرف اون بشن. همه اینها دست به دست هم دادن که به گفته خود مقامات اراده کافی یا هماهنگی لازم برای حل معضل آلودگی هوا وجود نداشته باشه. ممنونم ازت سیاوش. سیاوش اردلان بابا. خبرگزاری ایرنا تصاویری منتشر کرده که در اون جانشین فرمانده نیروی انتظامی در برنامه دستگیری افرادی که اونها رو عرازل و اوباش مینامه به ماموران پلیس دستور میده در صحنه درگیری دست و پای کسانی که قمه دارند رو بشکنند. پیشتر هم مقام های ارشد پلیس واکنش های مشابهی در برخورد با این گروه داشتند. اما بعد از بیش از 2 دهه طرح‌های برخورد با اراذل و اوباش، میزان جرم و جنایت در ایران کاهش نیافته. فنوش امیرشاهی در گزارشش به دنبال این پرسش رفته که علت ناکامی مقام های پلیس و قضایی در کنترل بزهکاران چیست؟ تو صحنه درگیری اگر قمه دستش بوده، الان باعث دست شکسته من ببینم. منم ببینم که نیم تنش دی افتاده. توصیه جانشین فرمانده پلیس ایران به همکارانش. وحشت ایجاد می‌کرده. اگر قد داره کشید همون موقع باشه شما قلم پاشو میشکنی منجا میدید. حتی صدا چش. قاسم رضایی نظرش درباره نحوه برخورد با متهمانی که آنها را عرازل و باش مینامند به نیروهای پلیس یادآوری کرده و درباره حقوق آنها اینطور گفته. همین که زنده مانده قانونه، قانون میگه زنده بماند. قانون میگه اگر کسی که عربده میکشه رو به وحشت ایجاد میکنه این محاربه. این اولین بار نیست که یکی از مقامهای پلیس نسبت به این گروه از متهمان چنین موضعی گرفتند. میگیرمت و به همون آقا اولفضل یه قسم خوردن با تیر میزنمت. برابر قانون هم زد. این بسیجی های همین شهر اگر انشالله اختیار هم بهشون دادن، مقام معظم رهبری هم اختیار داده، لهتون میکنه. اظهاراتی که نگرانی های از رعایت نشدن حقوق متهمان به وجود آورده. اینکه وقتی در انظار عمومی با آنها به این شدت برخورد فیزیکی میشود، در بازداشتگاه ها چه رفتاری میکنند؟ پلیس نمیتونه امنیت شهروندان رو یه جوری دیگه به خطر بندازه که میخواد حالا با چند نفر برخورد کنه. البته طبیعی است که افزایش جرائم خشونت تو هم با خشونت تو جامعه پلیس رو به فکر میبره، ولی پلیس نمیتونه به وسائل یا به روش های غیر قانونی و روش های غیر اصولی متوسل بشه برای این موضوع. نیروی انتظامی از دهه 70 طرح‌های ضربتی متعددی برای تامین امنیت اجتماعی در مقابل اشرار اجرا کرده. طرح‌های خیابانگردانی و حتی اعدام کسانی که عرازل و باش نامیده می‌شوند. اما بعد از 2 دهه میزان جرم و فعالیت این گروه‌ها کمتر نشده که هیچ حتی بیشتر شده. نتیجه یک تحقیق توسط 2 دانشگاه خوارزمی و تهران میگوید که فقط در شهر تهران از 21 منطقه این شهر 15 منطقه جرمخیزند و تراکم آنها عمدتاً در مناطق جنوبی است. بیشتر طرح‌های پلیس تهران هم در همین مناطق و شهرهای اطراف آن مثل اسلامشهر، ساوه و شهر قدس بوده. منطقه هایی که در اعتراض های آبان سال 98 به افزایش قیمت بنزین و گرانی ها مشارکت و درگیری های زیادی داشتند. گروه هایی که در دهک های پایین جامعه به لحاظ اقتصادی قرار دارند. حالا برخورد های فراقانونی با آنها به پاک کردن صورت مسئله و باز تولید خشونت در جامعه تعبیر می شود. برخورد با متهمین باید کرامت مدار باشه، به جای
سرکوب مدار و همچنین باید از روش های اصولی پیشگیری از جرائم و روش های اجتماعی بهش میگن یا روش های رشد مدار پیشگیری اجتماعی باید استفاده بشه، پیشگیری از جرائم استفاده بشه. جمهوری اسلامی در برخورد با این گروه از بزهکاران برخورد دوگانه‌ای داشته. از یک طرف روی به سرکوب آنها آورده، اما به تایید چند مقام رسمی در بزنگاه‌های سیاسی از آنها برای برخورد با اعتراض‌های ضد حکومتی استفاده می‌کند. طرح‌های معمول این باندهایی که رخنه کردن به سیستم‌های امنیتی در بسیاری از کشورهای دنیا، سازماندهی اراذل اوباش سازماندهی میکنن، حتی مسلح میکنن. کی از اینا استفاده میکنن؟ زمانی که مردم یه اعتراض معقولی دارن، اعتراض حقی دارن علیه این طبقه اشراف، اینا میان آتیش میزنن، درگیری درست میکنن، بلوا درست میکنن، زمینه های برخورد خشن با مردم معترض رو فراهم میکنن. و یا حتی آنها را به جنگ‌های نیابتی در منطقه می‌فرستد. مثل این فرد معروف به هانی کرده که ویدیوهایی از او به عنوان مدافع حرم در سوریه منتشر شده بود. این دوگانگی رفتاری در برخورد با افرادی که به اراذل اوباش معروفند باعث شده از یک طرف اراده قضایی محکمی برای برخورد با آنها وجود نداشته باشد، از طرف دیگر شکاف اقتصادی عمیق و کوچک شدن سفره‌ها میزان جرایمی مثل سرقت زورگیری را افزایش داده و کنترل بزه را مشکل تر کرده. در چنین شرایطی سوال این است که آیا ایجاد رعب و وحشت پلیس می تواند امنیت را به جامعه برگرداند؟ فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. ممنون که همراه ما بودید در این برنامه 60 دقیقه. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب هم تماشا کنید. بازم ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.